سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. آینده دنیا مسئله هست که این روزها همه کشورهایی که میخوان نقش بین المللی بازی بکنن یا همه کشورهایی که وابسته هستن به قدرتهایی در دنیا رو به شدت درگیر کرده. این سوال رو به وجود آورده که به کدام سمت خواهیم رفت و چگونه باید با آن چیزی که ممکن هست خلاف خواست ما باشه مقابله بکنیم. در همین خصوص گزارش‌هایی داره نوشته میشه توسط آنهایی که در غرب نشستن، در آمریکا نشستن. یک نمونه از این گزارش‌ها رو می‌خوایم با هم بخونیم، از نشنال اینترست که توسط رئیس مرکز منافع ملی آمریکا نوشته شده. یک نکته‌ای رو اومده بررسی کرده درباره چهار کشوری که این چهار تا کشور رو تهدیدی برای غرب می‌دونن: چین، روسیه، ایران و کره شمالی. مفصل توضیحاتی داده، بعد یه جایی از گزارش گفته که اینا یه نقطه ضعفی الان دارن و اون نقطه ضعف اینه که روابطشون دو جانبه است. چهارتاشون سر یه میز علیه ما نمیشینن. چین با ایران همکاری هایی داره، روسیه با ایران همکاری هایی داره، روسیه با چین همکاری هایی داره و و و ادامه داستان ها. میگه البته ما الان شاهد اتفاقاتی هستیم، از جمله رزمایش هایی که ارتش ایران داره برگزار میکنه، چین و روسیه هم در شرکت میکنن. میگه داره این همکاری ها رو از حالت دو جانبه خارج میکنه. یا میگه از اینجای داستان به بعد میتواند ماجرا برای ما نگران کننده باشد. میخوایم بریم گزارش بخونیم ببینیم در خصوص آن چیزهایی که از سوی غرب تهدیدی برای آمریکا مطرح میشه چیا داره گفته میشه. میگه آمریکا و متحدانش با چالش‌های جدیدی از سوی چهار کشور چین، ایران، روسیه و کره شمالی هم به صورت انفرادی و هم طیف‌های جمعی مواجه هستند. میگه سردرگمی‌هایی در واشنگتن وجود داره برای مقابله با مشکلات سیاسی ناشی از همکاری‌های میان این کشورها. یک موزل هم وجود داره و اون موزل این هست که ما نمیتونیم مثل گذشته اسم اینها رو محور شرارت بذاریم. چرا نمیتونن اسم اینها رو محور شرارت بذارن؟ ایران، چین، روسیه، کره شمالی. بذارید محور شرارت دیگه. به دو تا دلیل نمیتونه این کارو بکنه. قبلا در گذشته قبلی با هم بررسی کردیم یکیش رو. یکی از دلایل این هست که وقتی بخواد به اینها بگه محور شرارت، داره کمک میکنه که اینا بفهمه که آقا ما درباره ما داره صحبت میشه. همه دارن به ما اشاره میکنن، همکاریمون رو باید پس با هم بیشتر کنیم. میگه اگر بخواد به اینا بگه محور شرارت، کمک میکنه با هم هماهنگتر بشن. منم یه نکته اضافه بکنم، به اینا محور شرارت نمیتونه بگه، چون محور شرارت بغل خودشه. محور شرارت یعنی دفاع از سلاخی که در غزه 36,000 آدم کشه. درسته دیگه، وقتی 36,000 خون ریختی که بخش اعظمیش طبق اعتراف خودت کودک و زن هستن، بالای 80% دیگه، تو جسته آدم مثلا خوب که تو نمیتونی بگیری. که وقتی تو مثلا عربستان سعودی رو کنار خودت داری که 9 سال در یمن فجایعی رو رقم زد که به لحاظ کشتار انسانها این هم از جمله اتفاقات تکان دهنده بودی، که البته رسانه روش دوربین ننداخته چون در راستای منافع اینها نیست. تو وقتی این تیف در کنارت هستن که نمیتونی به بقیه محور شرارت بگی، محور شرارت خودتی. این داره به همین اشاره میکنه. میگه به دلایل مختلف ما مثل گذشته نمیتوانیم به اینها محور شرارت بگوییم. برخی مایلن که دشمنان آمریکا را محور شرارت جدید معرفی کنن و برچسب دو دهه‌ای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در مورد ایران، عراق، کره شمالی را تغییر دهند. اما به کار بردن لفاظی‌های شیطانی مانند تلاش برای تعریف روابط بین المللی به عنوان مبارزه نیمه آخر و زمانی بین دموکراسی‌ها و دولت‌های استبدادی کار آمریکا را سخت می‌کند. چرا کارش رو سخت می‌کنه؟ به خاطر اینکه خودش تو این داستان نقطه ضعفی داره. نیه این گونه لفاظی‌ها فرصت استفاده از شکاف‌های موجود میان دشمنان ایالات متحده که مانع آنها یکسان که منافع آنها یکسان نیست را کاهش می‌دهد. این در حالی است که پکن، مسکو، تهران و پیونگیانگ هر کدام در تلاش هستند تا بین واشنگتن و پایتخت‌های متحدانشان شکاف ایجاد بکنند. میگه اینا ممکن هست یه جاهایی اتفاقاتی رخ بده که تو در کنارشون تعریف بشی و یه جاهایی ممکن است اتفاقاتی رخ بده که اینها در کنار هم نباشند. زمانی که محور شرارت شناخته شدن، چاره‌ای ندارن جز اینکه با هم باشن. و میگه نباید با حرفای خودت و اقدامات خودت به این خودت دامن بزنی. بریم ادامش رو ببینیم. میگه که از دیگر نقطه ضعف‌های نامیدن محور شرارت بر روی اینها این است که آمریکا متحدان و شرکایی دارد
که رفتارشان با استانداردهای ادعای ایالات متحده برای دموکراسی یا حقوق بشر مطابقت ندارد. یا تو خودت هر کسی که دور ورته، چندین گزارش ما با هم بررسی کردیم درباره منطقه غرب آسیا، میگه همه دیکتاتورها رفیقای آمریکا هستند. همه کسانی که با انتخابات بیگانن، اینا نمیدونن انتخابات چیه، اینا دموکراسی نمیدونن چیه، اینا همه رفیق فابریکای آمریکا هستند. در رأس همشون عربستان سعودی، در رأس همشون رژیم سلاخ صهیونیستی، رژیم رو به اضمحلال صهیونیستی. وقتی اینها داره اتفاق میفته که دیگه به خودش محور مثلا نیکی که نمیتونه بگه که تو هر چیزی باشی محور نیکی نیستی، همینو داره میگه. میگه اینا که دور و بر ما هستن وضعیت خوبی ندارن، به خاطر همین مسئله ما نمیتونیم از کلمه محور شرارت راحت استفاده بکنیم. علاوه بر این، از آنجایی که آمریکا باید با شرکای بیشتری برای پیروزی بر دشمنانش همکاری کند، تلاش خواهد کرد تا حتی به چنین متحدانی نیز نزدیک شود. میگه یک ارزیابی انجام شده، میگه 14% کشورها از نگاه آمریکایی‌ها، یعنی از دریچه دوربین کارشناسان آمریکایی که بررسی کردن، 14% از کشورها دموکراسی کامل هستن، حتما احتمالاً آمریکا و عربستان سعودی و رفیقای آمریکان. بعد گفته 30%شون دموکراسی معیوب هستن، 56% هم رژیم‌های ترکیبی هستن که خودکامه توصیف. ما حتما ایران و چین و روسیه و امثال اینها، به غیر از این که اینا روایتی را نمیدن. میگه که این مسئله نشان میداد که کلن 14% دولت‌ها حاضر هستن در کنار ما باشن در مقابل ایران و چین و روسیه و بقیه. من البته فکر میکنم که این مسئله که باعث شده فکر اینها به کار بیفته و اینها کمی حقایق رو بهتر بفهمن و محتاط‌تر درباره دنیا حرف بزنن، جنگ اوکراین بود. چرا؟ به خاطر اینکه تو در گام اول در جنگ اوکراین باید اثبات شد که آقا هر چقدرم در فضای رسانه‌ای تو چیزایی رو باور کردی و همه چیز رو به نفع خودت می‌بینی و احساس می‌کنی کسانی پشت دستت بازی می‌کنن، تو جنگ اوکراین باید اثبات شد که لزوما این شکلی نیست. تو ممکنه وارد یک بازی بشی، بعد بخوری تو یه در دیواری که دوچار شوکت بکنه. دومین جایی که این بلا سرشون اومد کجا بود؟ جنگ غزه. جنگ صدا رو داره توی دانشگاه‌های خودش و تو کاخ سفید و تو کنگره خودش علیه رژیم صهیونیستی میشنوه. اینجا هم دوباره بهشون یادآوری شد که نه، اصلا مدل دنیا میتونه عوض بشه و اصلا میتونه ماجرا طور دیگه بشه. الان داره به همین اشاره میکنه، میگه 14% دولت‌ها ممکن هست حاضر بشن کنار ما قرار بگیرن، کسانی که میخواهند واشنگتن در جمع در جلب حمایت بین المللی برای اهدافش موفق باشد باید امیدوار باشن بتوانن حتی حمایت دولت‌های نیمه دموکراتیک یا حتی کاملا غیر دموکراتیک را نیز به سبب به سمت خود جلب کنن. حالا یه مسئله ویژه‌تری هم هست اینجا، این بهش اشاره نکرده، من خدمت شما عرض بکنم و اون هم اینه که تو وقتی بیای از کلمه محور فلان برای یک گروهی استفاده بکنی، اون هم کشورهایی که الان همین کشور چین و ایران و روسیه و کره شمالی رو که داره میگه، به لحاظ وسعت و جمعیت یه عددی هم برای خودشون، یه بخشی از دنیا هستن، به لحاظ اقتصادی هم در نظر بگیری، همین توان نظامی و مسائل دیگر و موقعیت جغرافیایی که کمکشون میکنه بتونن دنیا رو با اشرافی که بر منطقه اطراف خودشون دارن، منطقه حساسی که نزدیکشون هست، به چالش بکشن، اینم همونه. من نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که این وقتی میاد به این مسئله نگاه میکنه، میگه اگر تو به اینا بگی محور شرارت، یواش یواش داری یه کاری میکنی دنیا مجبور شه انتخاب بکنه. این یکی از نقطه ضعف های ترسناک این بازی، یا با شما یا با اینا، چون محور شرارت یعنی جفتمون یه جا جمع نمیشیم، خیر و شره. تو داری پاکی و تاریکی، ببخشید، پاکی و کثافت تعریف میکنی، تو داری نور و تاریکی تعریف میکنی، تو داری خیر و شر تعریف میکنی، دوتا که همزمان نمیشه که. تو کمک میکنی که کشورها وادار بشن انتخاب بکنن. ممکن است علنی هم حرفی نزنن، ولی در جای دیگری در نوع کنش خودشون رو نشون میدن. اینم از جمله چیزایی هست که آمریکایی‌ها کارشناسشون بخششون ازش وحشت دارن و اینجا حالا بهش البته اشاره نکرده. بریم ادامش رو با هم بررسی کنیم. میگه برخی استدلال میکنن که موضع اخلاقی روشن رونالد ریگان، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در یک سخنرانی که اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان امپراتوری شیطانی نام برده بود، در تعریف تضاد بین ایالات متحده و دشمن ابرقدرتش موثر بوده. این به اونا میگفته امپراتوری شیطانی. همون موقع که این حرفو میزده، این دو تا بمب اتمی زده بوده رو سر هیروشیما و ناگاساکی. شاهکاره. اصلا دنیای ما لزوما دنیایی نیست که همه اون چیزایی که درش میبینیم مبتنی بر منطق و اصول و دو تا چهار تا اینا نه. هر کی زورش بیشتری، هر کی رسانه بیشتری داره، هر کی صداش در رسانه رساتر، این شکلیه دیگه.
بعد از قضای غزه که دیگه آقا باید به همه روشن شده باشه که آقا شما به ما میگی نجنگ، شما به ما میگی درگیر نشو، خب من کجا برم شکایت کنم؟ برم دادگاه بین المللی؟ خب دادگاه بین المللی رفتم اینو محکوم کرد، تو 7 ماه داری از کشتار این حمایت میکنی، تو به ما میگی آقا مثلا درگیر نشید، با جنگ کارو پیش نبرید، اوکی کجا بریم مسئله پیگیر کنیم؟ آقا سازمان ملل، رفتیم سازمان ملل، کشورها رأی بدید، همه رأی دادن، خب اینو محکومش کردن، تو باز که از ما حمایت نکردی که، تو باز داری از سلاخی این حمایت میکنی که. دنیای ما این شکلیه، دنیای ما این شکلیه. در همچین دنیایی شما اگر میخواهید کلاهتان پس معرکه نباشد، چاره ای نداری جز اینکه قدرتمند بشید، چاره ای نداری جز اینکه قدرتمند بشید. بریم ادامهش رو با همدیگه بررسی کنیم. در ادامه گزارش اومده، البته کنایه های هم به خود آمریکا زده، گفته در شرایطی که ما با اونها میگفتیم امپراتوری شیطانی، مقامات خودمون میدونستن که ما هم ایراداتی داریم و رگه های از شیطانیت در آمریکا هست و تلنگر میزدن که باید اینها رو در خودمون برطرف کنیم. بعد اومده گفته که جالبه، میگه به اینها، به این چهار تا کشور یعنی ایران و چین و روسیه و کره شمالی نگیم محور شرارت، ولی اول اسمشون رو بیایم به کار ببریم، یه مخفف بسازیم و اینها رو با این مخفف خطاب بکنیم. بعد در ادامه گفته که نخست آن که این چهار کشور نسبت به آمریکا و به خصوص سیاست‌های خارجی آن دشمنی داشته و این ایده را که آمریکا باید نقش ویژه‌ای در امور بین‌الملل داشته باشن قبول ندارن. داره به وجه اشتراکات اینها اشاره می‌کنه. میگه نکته مشترک بعدی میان این چهار کشور این است که مقامات این کشورها اغلب شبیه به تئوری پردازان توطئه هستن. یعنی میگه رهبر ایران، اونی که در رأس چینه، اونی که در رأس روسیه است، اونی که در رأس کره شمالیه، اینا توهم توطئه دارن. آقا همین گزارشی که نوشتی تو به عنوان مسئول منافع امنیت ملی آمریکا، همین گزارشی که نوشتی توش توضیح دادی که اینها محور شرارت باشن یا نباشن، یعنی ما توهم توطئه نداریم دیگه. شما به این جمع‌بندی رسیدی، داری درباره این فکر می‌کنی که چجوری خطابشون بکنن. همین که همچین گزارشی می‌نویسید یعنی چیزی به نام توهم توطئه وجود نداره. توطئه این هست که ببخشید، توهم این هست که توطئه‌ای که علیهمون اتفاق افتاده و داری تو همین گزارش بهش اشاره میکنی رو ما بخوایم بهش چشم ببندیم. اینا چیزهایی هست که به نوعی در خود گزارش اینها تناقضش عیان میشه. بریم ادامهش رو با هم دیگه بررسی کنیم. در ادامه گزارش اومده به این اشاره کرده، گفته مقامات چینی و روسی اغلب این دیدگاه را بیان میکنن و به نظر میرسد دولت خود را ابزاری میدارن که عصر پس آمریکا را به وجود میآورد. یعنی میگه هم بر این باورن که این کشورها، آمریکا نظم بین المللی نباید داشته باشه، هم بر این باورن که آمریکا میخواد علیشون توطئه بکنه، هم بر این باورن که باید برن زیر خم آمریکا کارشو تموم بکنن. میگه این چهار کشور یک گروه چهارزلی نیستن و بیشتر همکاری آنها دو جانبه است، مانند هماهنگی دیپلماتیک چین و روسیه، تمرینات نظامی و تجاری میان این دو کشور، فروش تسلیحات کره شمالی به روسیه یا حمایت اقتصادی چین از کره شمالی. میگه همه کارها اینا دو جانبه است. میگه یه جا یک اتفاق نادر رخ داده، سه جانبه شده این ترسناکه، اون یه جارم ایران بانیش بوده. میگه که ایران اومده یه مانور دریایی را انداخته بین چین و روسیه و خودش در دریای عمان. من باید آفرین بگم به کسانی که بانی این قضیه بودن، خدا قوت بگم. ببین شما حرکتی انجام میدی، یه کمکاری بین ستی کشور، او در دنیا این شکلی نگاه نمیکنه. او میگه این چهار تا میترسیم متحد بشن، همکاریشون دو جانبه است، ایران داره سه جانبهش میکنه. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه ایران همچین کار رو رقم زده، با این حال نامگذاری گروهی برای آنها میتواند به این کشورها، آها اینجا حرف خودش رو باز دوباره داره میره زیر سوال. اول اومد گفت که اسم برای اینا بذاریم، حالا میگه حتی اگر اسم برای اینا بذاریم هم نگران کننده است، چون ممکن هست اینا رو با هم منسجمشون بکنه، مانند چیزی که در مورد اتحاد قدرت‌های نوظهور اقتصادی بریکس منظورشه، درباره اونها اتفاق افتاده. من طولانی‌ترش نمی‌کنم. این بخشی از اون چیزهایی هست که این روسا درباره ما داره گفته میشه. لزوما خوشحال کننده نیست، لزوما ناراحت کننده هم نیست. گرگ و میش بودن آینده رو نشون میده، گرگ و میش بودن آینده رو نشون میده. این پیامش برای ما اینه، شرایط حساسه، ما باید هوشیار باشیم، باید هوشیار رفتار بکنیم، مسئولیت پذیرانه رفتار بکنیم، هم چهرهای سیاسیمون، هم مردممون، هم اونهایی که تصمیم ساز هستن، هم اونهایی که نیروهای مسلح ما هستن، همه و همه. و امیدوار باشیم که به یاری حضرت الله خداوند بهترین ها رو به زودی زود پیش روی همه بگذاره. طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر نکته چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستین. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما است. پیام رو برای ما فراموشش نکنید. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.